یکی از پیشگامان دراماتراپی آقای ژاکوب لوی مورینو بوده که ایشون حدود 100 سال پیش رویکرد نمایش درمانی رو به کار میگیره در درمان بیماران خودش. آقای نیکولای اوورینوف روسی هم که در واقع ایشون کارگردان بودن و در واقع معروف بودن به پزشک کارگردان، ایشون هم از این رویکرد استفاده میکرده روی خود بازیگران و تیم هنریش. ایشون بر این باور بوده که افراد برای اینکه بتونن نقش ها رو روی صحنه درست اجرا بکنن، ابتدا باید با نقش فردی خودشون مواجه بشن. وقتی واژه درمان به نمایش اضافه میشه، برای رسیدن به درمان حتما باید تشخیصی اتفاق افتاده باشه. وقتی میگیم درمان، یک فراینده، همون جوری که بیماری یک فراینده. وقتی میگیم توانبخشی، یعنی ایجاد توانایی در فردی که اون توانایی رو نداره، و وقتی میگیم بازتوانی، یعنی فردی توانایی داشته و الان تواناییش رو بنا به هر دلیلی از دست داده یا ضعیف شده و دراماتراپی مجددا اون رو میخواد به قول امروزی ها رفرش یا دوباره بروز بکنه. پس هم در حوزه آموزش، هم پرورش، هم توانبخشی، هم بازتوانی نمایش درمانی تاثیرگذاره. اما انجمن دراماتراپی ایران یک انجمن کاملا خصوصی و غیر دولتی، غیر سیاسی. دراماتراپی جایگاهش در دانشگاه ها الان در واقع نبودش کاملا محسوسه، هم در بین دانشجویان رشته روانشناسی یا زیر مجموعه روانشناسی و هم دانشجویان رشته هنرهای نمایشی. شبکه دانشگاه تهران، شبکه حکمت و فرزانگی.